دورد پاینده ایران آقا در روزهایی که تقریبا خیلی از مقامات نظام دارن مزخرف میگن مشکل از خودشونه همه رو ریختن روی سعودی نشنال و بی بی سی و آی اقتشاش و آی دشمن و آی برنامه ریزی و جنگ هیبریدی و این تا پرتا بله همه اینا هست ما بالاتر از اینشو بهتون گفتیم که ما صحبت های مارتخای که ایدار رو در آوردیم سابق موساد رو در که میگه آقا جان از دل شلوغیایی که الان رخ داره میده ما باید بریم به سمت انقلاب تجزیه طلبی قومیتی در ایران و ایران رو تجزیه کنیم میگه اسلحه بفرستین اینا که ما میدونیم اصل مشکل ولی این نیست که دشمن داره چه غلطی میکنه اصل مشکل اینه که تو چه فضایی رو ایجاد کردی که دشمن اصلا بتونه غلط بکنه تو چرا ایجاد زخم کردی که مگس جمع بشه چرا همش در صحبت میکنی یه بشین در مورد زخم صحبت کنیم متاسفانه بیشترشون دارن چرت و پرت میگن یه دونه زرقامی دیدم تو این روز حرفای درست میزنه و تعداد بسیار کمی اونایی هم که میدونن چه خبری تا یه حدودی فعلا رفتن دعای ندبه میخونن کاری نداریم یه فیلم ازشون در اومد دارن فوتبال تماشا میکنن باز دمش گرم حداقل چرت و پرت نمیگه منظورم رایفی بود. باز دمش گرم درود به شرافتش حداقلش اینه که تو این شرایط دیگه نمیاد نمک رو زخم بشه یکی دو جا رفت یه حرفی زد فهمید الان خیاره فعلا روزه سکوت گرفته بقیهشون که اصلا دیگه دارن مزخرف گویی میکنن یکی از اینایی که ولی داره حرف درست دیدم زر آقای غلامی رضا غلامی آخونده پژوهشگر تو حوزه دینی و اینا حرفاش برام جالب دوستان کسانی که حرفای درست میزنن و تو این روزا تلاش کنید که بلدشون بکنید به خصوص اگر اصلاح طلب نبودن من نمیدونم این اصلاح طلب یا اصولگرا چیزی پیدا نکرد نمیشناسم درست ولی دیدم حرفاش دو حرف قضاوتم بر اساس این حرف باشه گوش کنید ما در سالهای گذشته هم خطاهایی در حکمرانی داشتیم در کل خطاهای حکمرانی در جمهوری اسلامی نظر من افزایش بده خب این خیلی مهمه اول از همه خطای حکمرانی داشتیم ای ای ببین اینه بعد آسیب شناسی کرد آفرین به جایی که الان بشینه آی دشمن اختشاش ای اینا مزخرف گویی ای نوار خالی پر کردن قربونت برم پاک کردن صورت مسئله است الان باید ببینید آقا چه غلطی کردی که وضعیت مملکت اینه داره اشاره میکنه میگه آقا یکی ما خطای حکمرانی داریم یه دلش برمیگرده به پیچیده تر شدن حوزه حکمرانی سخت شدن ظریف شدن یعنی حکمرانی در شرایط فعلی جهانی اصلا قابل مقایسه با حکمرانی با 40 سال پیش نیست با 30 سال پیش نیست بسیار مسائل در هم تنیده و پیچیده هست و مهمترین راه عبور از این ظرافت و پیشیدگی دقیقا حرفی که من زدم حکمرانی اصلا شرایط دنیا حتی با چل سال پیش نیست من اینو گفتم در تحلیل سخنان آقای خامنی هفته پیش گفتم آقا اصلا تو این ده سال گذشته انفجار تکنولوژی در حوزه شبکه اجتماعی اصلا سبک زندگی رو عوض که چجوری میخواید اصلا شما چل سال پیش مگه میتونستی تو حکمرانی جرائم سایبری در نظر بگیری الان با گسترش شبکه های اجتماعی جرائم سایبری شکل میگیره خب اینا باید نیاز داره که آدم ببخشه حکمرانیش جدید باشه وقتی تو بر اساس دین و مذهب باشه حکمرانیت خب ببخشید تا چل سال پیش شبکه های اجتماعی نبوده چه برسه به 1400 سال پیش نمیشود دین نمیتونه تو این حوزه جوابگو باشه علمی کردن حکمرانیه ببین آخونده میگه که الان ما به جای دینی کردن باید علمی کنیم حکرانی رو دقت کن راه عبور از این ظرافت و پیشیدگی علمی کردن حکرانیه علمی کردن حکرانی درست داره میگه گفتم بهتون پیامبر اسلام اصلا حرفاش درست بوده اصلا کاری نداریم نمیخواد الان وارد جزئیات دیگه بشیم چش باز کرده دیده آقا شرط زن توی دنیای خودش همونی است که در دوران اموهاش بوده در دوران پدر بزرگش بوده تا هزار سال قبل در دوران موسا بوده شما نگاه کن آخه دنیا در این صد سال گذشته خیلی با سرعت تکنولوژی رفت بالا چه میدونسه بیچاره پیامبر می 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 که مثلا گفت آقا من سوار اسب میشم جابجا میشم چه میدونسه یه ادیسونی میاد برق اختراع میکنه که بعدا بخواد انقدر تکنولوژی پیشرفت کنه یه گراهامبل پیدا بشه تلفن بخواد اختراع کنه همون تلفن تو دنیای تلفن تو نگاه کن چه انقلاب هایی داره شکل میگیره که تو همین ده سال گذشته ببین گوشی های موبایل تراقه اونی که گراه هم درست کرده پیدا کرده بود چیه این چیه اصلا دو دنیای متفاوته خب این که بنده خدا پیامبران اولول ارز که کف دستشون رو بو نکرده بودن خالی بستن ما از طرف خدا میاییم بعدا دنیا اینقدر پیشرفته میشه و قوانینشون به درد امروز نمیخوره نه نمیگم حکومت دینی نباشه مسئله دینی رو به عنوان سمبولیک و معنوی و اینا باید ببری تو حکمرانی خب دخالت بدی مثل خرد و گل گیر میکنی این که ای چی آدم هایی که در دوران شاه و اینا بزرگ شدن چه میدونه امروز شبکه های اجتماعی چیه واسه تو موبایل دستش بگیره ایمیل نمیدونه چیه آقا جنتی آقا جنتی ایمیل میدونی چیه میتونی مثلا یه اکانت مثلا توییتری خودت مثلا اداره کنی اصلا میتونی پست بذاری تو توییتر نمیتونی در حالی که امروز مردم با اینجور چیزا سر و کار دارن چه برسه به 1400 سال پیش معلومه باید علمیش بکنی من میگم آقا دین و باید توزیع معنوی در حکومت هم باشه یه سری یعنی چیزا رو سمبولیک دینی باشه تو حکرانی خب دین رو دخالت میدی به غلط کردن میافتید دیگه اونم چه دینی دیگه همه چیز تمومه به قول خودتونم حکرانی هر چقدر با علم بیشتر پیوند بخوره راحت تر میتونه از این ظرایف عبور بکنه پس اینکه خطاهای حکمرانی که نمیشه ازش گذشت خدا رو شکر خدا رو شکر بالاخره یکیشون پیدا شد که بگه ما خطای حکمرانی داریم خدا شکرت تو نگو آمریکا نگو فیسو خطا داریم خدایا تو همین حوادث اخیر به حال باید قبول کنیم نیروی انتظامی خطا کرد و اساسا خدایا قبول کرد که نیروی انتظامی هم خطا کرده خدایا شکرت نه مقابله با افراد بدهجاب جز برنامه کار نیرو انتظامی بود نه این خانومی که دستگیرش کردن و متقلش کردن تصاویر نشون میده که بدهجاب حاده که مستحق در واقع جلب و دیدی حرفایی که من زدم گفتم حتی محصا امینی با این مدل پوشش اصلا شما چرا رفتید گرفتیدش بردن باشه نه. ارز می شود کسانی که نفرت پراکنی کردن جبهه سازی کردن اینها خطا هایی کردن این خطا داره از نیروی مذهبی میگه میگه اینه که نفرت پراکنی کردن جبهه سازی آقا تو نفرت پراکنی جوری بوده که امیدانه دوباره برگشته به امیدانه گذشته حواست هست نمیتونم جلو خود آقا من آدم صادقی ام 5 سال دندون رو جگر گذاشتم شما آدم شید این کارا رو میکنین پررو شدی نمیتونم جلو خودم بگیرم ناخونکی نزنم هی hey. چرا یه کاری کردیم ما ناخونک بزنیم تازه پس زن زنمونه اینه که براتون دیگ بار بذاریم بعضی هم از تیرگون های رسمی استفاده میکردن و همین که ما در شرایط اخیر در ماه گذشته به ویژه مواجه شدیم با افزایش قابل توجه شکاف اجتماعی نه اینکه شکاف اجتماعی یه ایجاد بشه شکاف اجتماعی در یک پروسه ای اتفاق می... دقیق داره درست میگه آقا من مرض ندارم اینجا بیام همه رو فوش کشی آقا داره حرف درست میزنه. تو رو خدا اینا رو گوش کنه. آقا آقا نظام ما رو بلش کن. حرفا اینا رو گوش کنید. میفته و ذره ذره افسایش پیدا میکنه. اما ما این افزایش اجتماعی که در ماهای اخیر میبینیم یه افزایش, افزایش سرعتی و جهشی هست. آفرین. آفرین. میگه این خیلی تنشر داره میگه سرعتی و اینا داره شکل میگیره. اینجاش خیلی مهمه افزایش،, افزایش سرعتی و جهشی هست و یه ای در به نظر من درون نظام اسلامی و حاکمیت در گسترش این شکاف اجتماعی متاسفانه نقش آفرین بود آفرین اصلا الان موقعیت این نیست که بگیم اپوزیسیون داره چیکار میکنه آمریکا داره چیکار میکنه اسرائیل الان باید آسیب شناسی کرد و داره میکنه این یعنی نوا خالی پر کردن دیگه نیست این یعنی دیگه داره حرف حساب زدنه آقا ما نیاز داریم الان دلسوزان نظام اینا بیان حرف حساب بزن من دلسوز نظام نیستم من دلسوز ایرانم ولی نظام باید حفظ بشه اینا به گره خورده ولی همین آقای حجت الاسلام رضا قلامی بنده کلا از اسلام شما سالهاست بیرونم دست تو میبوسم ولی آقا این حرفا رو بزنید کشور رو حفظش کنید چجوری بگم داره حرف حساب میزنه بعضی از در واقع مسئولین بعضی از ائمه جمعه بعضی از صاحبان تیریبون رسمی و حواسشون نبود که دارن با صحبت خودشون با کنش سیاسی و فرنگی خودشون چه اتفاق تلخی رو رقم میزنن و این اتفاق چقدر میتونه برای امنیت ملی ما مضر باشه باید این در واقع بستر رو کامل ببینیم من کل حرفم تو این بستر فیلم کامل نگاه کن نصف نگاه نکن عرایزی که خدمتون ارائه دادم این هستش که تحلیلی که بخواد یه نقطه رو ببینه جای دیگر نبینه واقعا تحلیل عالمانه ای نیست و حتما به خطاهایی منجر میشه و ما اگر بخوایم تصمیماتمون رو برای آینده هم مبتنی بر این تحلیل ها بکنیم حتما این تصمیمات هم میتونه خطا آفرین آفرین ببین سه دقیقه هفت زد سه دقیقه هفت ثانیه اینن حرف زد چرتا پرت نگو من اصلا مقامات جمهوری یه چیزایی دارم میشنم سف تا صد دارن مزخرف میگن داره حرف حساب میزنه یعنی جز من الان بعد از این آقای زرقامی و یکی دوتا دیگه شون این داره حرف حساب میزنه یه خود بچه های تیم رسدمون رو این آقای رضا قلامی بیشتر زوم کنن حرفاش حرف های حسابی لازم شد برجستش کنی حرف حساب بزنید کشور رو از این شرایط بیارید بیرون حرف من اینه حالا میخوای قبول نکنی دیگه به خودتون مربوطه آقا دوست دانا دوست نادان خیلی بهتون ضرر میزنه من اگه دشمنم باشم دشمن داناتون هم میخوام حفظتون کنیم میخوام کشور این صورت تنکزا نره جلو نیا میگن آقا ما بهتون تو نیاز وقت کم که اولن تو این سالالا آویزون ما بودن حالا کم میارن هنوز هم دنبالمون میکنن و زر میزنن میگن ما تو نیاز نداریم آقا 70 تا کشته شدن اینا خانواده دارن کشور با تنش که نمیشه برد جلو دو طرف کشته بدن که حرف این افرادی که حرف حساب میزنن و دریابید به جای امروز چرتا پرس اودی نشنال و بی بی سی چیکار میکنه و اینا هر کی هم بیاد به اینا حمله کنه دلتون خوش باشه آسیب شناسی کنید دارم بهتون میگم پاینده ایران شب و روزگار خوش پاینده ای. تمام میگم پاینده ایران سندروم پاینده ایران گرفتم به حال شب و روزگارتون خوش